گله ای آدم های فله ای دل خوششون قیافه تو جستن و کلافه یه عمره ول معتل با این مخای مختل با این که با کلاسن سر کوچه ها پلاسن عاشق میشن خیلی خفن تا آخرم توی کفن نه فکری نه سوالی تو دنیای خیالی بیدارن و خواب میبینن سایه رو آفتاب میبینن با عینک های دودی با موهای عمودی آخر کلکل و کرکری اشقلات و قلدوری از بس خطری و خلافن یه پخ کنیم خلافن از روزگار ملولم تو خودشون میلولم زندگیشون زده حاله یا تو چاهن یا چاله بچه مصبت انده مرام و جرعت دنبال کشف جرمن ارفیه نه بابا نه بابا رو فرمن کاراشون مرموز و سسوته تیریفشون سکوته فه بگی میرن جوادیه اینا سوتیای عادیه آره زندگیه گله ای آدم های فله ای یه عمره بل معتل با این مخای مختل زندگی گله ای آدم های فله ای یه عمره بل معتل با این مخای مختل آخر کل کل و کرکری اشقلات و قلدوری از بس خطری و خلافن یه پخ کنیم خلافن از روزگار ملولم تو خودشون میلولم زندگیشون زده حاله یا تو چاهن یا چاله یعنی من شونزده یادم میره عمره حالا کجاشو دیدی؟ وای من اصلا فکرشو نمی کردم خیلی ازت ممنونم خواهش میکنم حالا چشاتو ببند یه آرزوی قشنگم بکن خب بعد خیلی محکم فوت کن باشه ببینم حالا چرا محکم؟ خب آخه اگه همه شما خاموش نشه آرزوت برآورده نمیشه دیگه خیلی خوب باشه من معذرت میخوام نه خواهش میکنم گفتم محکم ولی نه دیگه اینقدر تابلو دیگه خب من فکر کردم که آخه آرزو برآورده نمیشه خب الان مگه آرزو چی بود؟ من آرزو کردم که تو به غیر از من به زن دیگه فکر نکنی و من تنها زن زندگی تو باشم خدایش دیگه اینو میدونه که هیچ وقت اینجوری نمیشه ولی حالا اینو گفتی همیشه یه سوالی ذهن منو بخوش مشغول کرده چه سوالی؟ اینکه آدما دیوونه میشن زن میگیرن یا زن میگیرن دیوونه میشن به هر حال ما بدونیم دیگه تو چه فکری میکنی؟ من فکر میکنم هر دو گزینه‌ام درسته خب حالا بگذاریم تا یادم نرفته اینو داشته باش وای مچی نگیا بذار خودم حدس بزنم خب انگشتره آخه ده بسمندی انگشتر خودت منطقی فکر میکنی اینقدر میشه؟ خب نه نه گردن بنده نه فهمیدم پس دست بنده درسته؟ نه ولی خب داری نزدیک میشی بو که نمیده پس عطر نیست بده ببینم بده یعنی چی؟ بابا مملکت همه چیزش قلابی شده به جون سارا یارو گفت تا 1 کیلومتری بوش میاده پس درست حد زدم نه دیگه تو گفتی عطر نیستش دستبنده پس چرا من وقتی گفتم که دستبنده تو گفتی داری نزدیک میشی ها خب خواستم یه جرای خدایش کمکت کنم دیگه حالا عطره
ولی اینجور که بوش میاد قلابیه دیگه. ولی مجید به خدا بوش نمیاد. بابا این که بوش میاد یه اصطلاح عجب خنگی سارا. وای مجید تو دوباره به من گفتی خنگ. آخ معذرت میخوام، ببخش، دیگه تکرار نمیشه. نه نه مجید دوباره به هم بگو خنگ باشه، آخه من دوست دارم. خدایی؟ آره هر جد تو بخوای. خب سارا خانم خنگ تولدت مبارک. ممنون. میبینه هوشین مفلوکای مظلوم هم مثل من نتونستن قبض تلفنشون رو ببردازن، مجبور شدن در یک صف طویل وایسن جلوی یک جعبه زرد. از کجا معلوم ها؟ از کجا معلوم؟ شاید اینا هم مثل یه نفر رو گروگان گرفتن میخوام به عیالش زنگ بزنن. اصلا به مخم نرسید، اصلا به مخم نرسید هوشین. عالی بود، عالی بود. ببین میگم شغل، از این تلفن نزدیکتر که به خونتون نبود؟ بغل خونه یادونه بود. احمق، خب برای چی نرفتیم اونجا؟ هوش تو جمع بار آخرت باشه، به من میگی احمق، فهمیدی؟ خب برای چی نرفتیم؟ عزیز من، گوشی بغل خونه ما رو بچه های کوچولو با آدم های سیبیلو چندم فقط قابش مونده، با قاب میشه زنگ زد هوشه. این که مسئله نیستش که. بابا ما که خودمون خونه گوشی داریم، گوشی رو برمیداشتیم میبردیم اونجا زنگ میزدیم. بیشعور هوشی، مجبورم میکنی بهت بگم خفه شا. هوشی خفه شا، گوشی من چون پول تلفن رو ندادم قطعه، گوشی که قطعه در هر صورت قطعه، بیاریم وست کنیم به قاب بازم قطعه قطعه. حواسم نبود، حواسم نبود. خیلی خوب، چیکار کنیم بس؟ از من خواهش کن یه فکری بکنم. چه فکری؟ مشکلی نیست که آسان نشود با تو شغال، فقط ملاحظه کن. خرش نداره که، ملاحظه کن. کجا آقا تایسم؟ داداشمه، داداشمه، شلوغش نکن. سلام داداش. سلام. سلام آقا. ببخشید یک نفر آخر صفه که در وضعیت بسیار خطرناکیه، بغرنجیه. میشه ازتون خواهش کنم که این آدم با این وضعیت خطرناک بیاد و جاشو با شما عوض کنه، به جای شما زنگ بزنه و نجات پیدا کنه؟ چشه مریضه؟ زبونتون رو گاز بگیرید آقا، گاز بگیرید. رفیق منه، خدا نکنه مریض بشه. گروگانه، یک پروفشنال اونو گرفته و اون باید به زنش زنگ بزنه تا زنش مبلغی پول بیاره به اون پروفشنال بده و آزاد بشه. خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم در این آزادی سهیم باشی. خب اگه آزاد بشه که دوباره باید برگرده بره پیش عیالش؟ منم چیزی غیر از این نگفتم، باید برگرده بره پیش عیالش. خب بگو احمقه دیگه، چرا میگی گروگانه؟ احمقه؟ بله. حالا احمقه، اجازه میدید اون احمق بیاد جای شما و جاشو با شما عوض کنه و زنگ بزنه؟ نه خیر آقا، لازم نکرده. احمقا همون بهتره که جاشون تای صف باشه. اینو خودت تنهایی گفتی؟ بله. خیلی قشنگه، دوست داری قابش کن. چی شد؟ ها؟ چی شد؟ حرف حساب جواب نداره. یعنی چی؟ اون آقایی که جلوی صفه تو رو شناخت و حاضر نشد جاشو با تو عوض کنه. چی؟ شناخته؟ مطمئنی منو شناخته؟ آره بابا، اسمتو گفت، گفت احمد. خطرناکه که، میگم شغل نکنه یه وقت زنگ بزنه به شراره بگه من اینجا. نه مطمئن باش این کارو نمی کنم، چون چش دیدن زن تو نداره. شغل میگم کار از محکم کاره ایب نمی کنه، بهتر بریم یه جا دیگه زنگ بزنیم. ما بریم یه جا دیگه. خوبه، بریم. بریم بریم دمه خونه ما که نمیشه، گوشش قطعه. کجا بریم؟ بریم یه جا دیگه دیگه. برو فعلا، برو یه جا دیگه بریم. برو. الو، باز من. الو سلام خانم، من همون پروفشنالم. خانم محترمه توجه کنید، اگه پول به دست من نرسه شوهرتونو میکشم. تو غلط میکنی با هفت جد و آبادت، گوشی رو بده بهش.
گوشی هوشین گوشی فوش میده. الو سلام پرنده من، پرنده من ببین اصلا ولش کن، اصلا ولش کن، مثلا منو بکشم تو راحت شی. من انقدر ننه من قریبم بازی در نیار، به پاپی زنگ زدم گفت خودش با هم تماس میگیره. بهشو گفتی من تو دسته یه دیو بسیرم؟ نه فرصت نشد، تو هم به این یارو بگو یه نیم ساعت دیگه زنگ بزن. پرنده من نمیشه زودتر تماس بگیری؟ آخه این یارو خیلی وحشیه، خونخواره، اصلا صفا که همینطور خون جلو چشاشو گرفته. غلط کرده. بله. الو سلام نازنین بابا. سلام سلام، ببخشید امروز سر من خیلی شلوغ بود، در خدمتم. پاپی هوشی رو گروگان گرفتن. بهشون بگو دستتون درد نکنه، خبر خوشی بود. از قول من بهشون بگو بابام عزیز خان گفت خدا انشالله اموات همه تونو بیاموزه. پاپی اونا تهدید کردن که اگه پولی رو که میخواییم بهشون ندیم هوشی رو میکشن. کدوم پولو؟ نمیدونم، یه ازگلی به اسم شغال، مثل اینکه از طلبکارای هوشیه. الان هم هوشی رو گروگان گرفته، تا پولی رو که میخواد بهش ندیم اونو آزاد نمیکنه. پاپی خیلی خشنه، صداش هم کلفته. خب حالا چرا به من زنگ زدی؟ به پلیس زنگ میزدی؟ آخه اینجوری از چاله در میاد میفته تو چاه. برای چکای برگشتی هم پلیس دنبالشه. ببین بابایی دوباره گیر دادی به منا. خب حالا بدهی چقدر هست؟ $1,000,000. چی؟ $1,000,000؟ معذرت میخوام. اولا که همچین پولی رو ندارم. دومنم اگرم داشته باشم واسه آزادی این پسره حتی حاضر نیستم $1 بدم. چه برسه به $1,000,000؟ بابی من دارم سکته میکنم. اگه بلای سر هوشی بیاد من میمیرم. پاپی خواهش میکنم به خاطر من. قول میدم که پولو بهتون برگردونه. بابا جون بچه نشو، مگه این مردک دفعه اولش داره از من تلکه میکنه؟ اون اصلا به مفخوری عادت کرده. از من میشنوی؟ بذار سرشو گوش تا گوش ببر. اینجوری هم تو راحت میشی هم اون هم من. ولی پاپی اون شوهرمه، اگه بمیره من طاقتیشو ندارم. خوبه خوبه، آبغوره نگیر. بینم دوباره قرار که بهت زنگ بزنن. نیم ساعت دیگه. گوش کن ببین چی میگن. زنگ که زدن بهشون بگو واسه آزادیش $100 بیشتر نمیدیم. قبول کردن، نکردن هر بلایی که دلشون خواست سرش بیارن. ولی پاپی هوشی بیشتر از اینا میارزه، $100 خیلی کمه، اونا قبول نمیکنن. باشه به خاطر تو $150، بالاتر نمیرم. تو بگو مطمئنم قبول میکنن. اگه قبول نکردن چی؟ یه خوردم تو روش بذار، ولی 200 بیشتر نشه. همین. ممنونم پاپی، شب بخیر. شب بخیر. عجب دور زمونه شده مستر بی، عجب دور زمونه شده. عزیز کان پرابلم چی میگه این؟ ایشون عرض کردن عزیز خان پرابلم میزنم تو سرتا. منم که فهمیدم. یعنی چی؟ یعنی مشکلی پیش اومده عزیز خان. ها مای داماد افتاد تو هچل. هچل؟ هچل ها چل. What's هچل؟ هچل Yes هچل. نفهمی؟ ببین من 100 دفعه بهت گفتم یه معلم انگلیسی پیدا کن من 2 کلمه انگلیسی یاد بگیرم. هی ما جلوی اینا کنف میشیم، هی کنف میشیم، هی کنف میشیم. آقا تا کی؟
قربان من که بارها عرض کردم اجازه بدید من در خدمتتون باشم یادتون میدم. آره بابا تو زرگری هم بلد نیست یاد بدی. حالا هچل رو ولش کن، بهش بگو میوه بخوره. چشم. مستر بیل پلیز بخور. واتس بخور؟ بو خور. آها اوکی یس یس یس. بخور بخور بخور. از اون نه، میوه بخور. پلیز اپل، پلیز اورنج، پلیز بانانا، پلیز خیار اند سالت. تانکیو. اینا تو میگی این پولای ما رو میخوره یا ما پولای اینو؟ حضرت عجل فراموش نفرمایید که ایشون از پیش چرچیل اومده. خیال کردی چرچیل هم که باشه ها، عزیز خان میخورتش. حضرت عجل ناز سیبیلتون. سلام حوشم. علیک. اینا چیه زیر پات سابت شده؟ علف تا بال کجا بودی؟ دنبال دوزاری؟ رفته بودی دوزاری پیدا کنی یا بسازی؟ نه رفته بودم پیدا کنم. تو این راستر 20 تا گدا خوابیده بودن، از خواب بیدارشون کردم، تفتیششون کردم، از هزاری باور کن کمتر نداشتم. در اوج ناامیدی بودم اوشی که یک کارمند دولت رو دیدم، گفتم ببخشید کارمند محترم دوزاری دارید؟ دست کرد تو جیبش چشم بسته 7 تا دوزاری در آورد، 2 تاشو به من داد. خیلی خوب خیلی خوب، قصه تعریف نکن، بیبریم تو عیالم نخوابیده بهش زنگ بزنیم. بیا الو بفرمایید. سلام خانم محترمه، من همون پر فشنال هستم که مزاحمتون میشم. خواستم خاطر نشان کنم که مهلتتون دیگه تموم شده و ازتون اجازه بگیرم که هوشی رو بکشم. بابی گفت فقط $100 میتونه بهتون بده. خیلی خوبه، بقیه رو چک میده. احمق جون $100 اونم در مقابل آزادی هوشی. همین $100؟ خانم محترم با $100 بزخاله هم آزاد نمی کنن، چه برسه به هوشی بلا نسبت شما. دفعه آخرت باشه که هوشی رو با بزخاله مقایسه می کنی، یا همین که گفتم. من میگم هوشی قبول کنیم، خودش کلی پول ها. چی قبول کنیم؟ گوشی بده من، گوشی بده من. الو پرنده من بمیرم بهتر تا این پیشنهاد قبول کنم. $100 پرنده من. تو طرفدار کی هستی هوشی؟ اون یارو یا ما؟ خب یک کمی طرفدار اینا، ولی بیشتر طرفدار شما. ولی خب قبول کردن این پیشنهاد برای من افت داره. خب پاپی که میگفت $1 نمیدم، حالا من راضیش کردم تا 200 اومده بالا، ولی بیشتر نه. ببین طرف راضی میشه. چی $200؟ یه لحظه گوشی. ولی فهمیدی من برای چی میخوام این پیرمرد رو بکشمش؟ $200، حتی $201 هم حاضر نیست به خاطر من بده. خوشی پولش اصلا برای ما ردشو بزنم. این تو میگی قبول کنه؟ اگر میخوای به پدر زنت دسترسی داشته باشیم قبول کن. ولی خیلی قبول کردن این پیشنهادم برای من توهین آمیزه. خب تو قبول نکن، گوشی ها بده من قبول میکنم. خیلی خوب، لااقل اینطوری یه خورده زخم دلم التیام پیدا میکنه. گوشی پرنده ای من. گردن من. الو خانم محترمه، من قبول میکنم ولی یک شرط دارم. واسه من شرط و شروط بلغور نکن ازگر. ولی خب حالا چون دلت نشینه بگو ببینم شرط چیه. شرط من اینه که همه ی $200 $100 باشه. حالا نمیشه یکیش $100 باشه دوتا $50؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه مشکلی نیست. $50 باشه مشکل، گفتم مشکلی نیست. مشکلی نیست، حله، ما مشکلی نداریم. کی و کجا پولو بیام تحویل بگیرم؟ خب فردا که جمعه است بانکا تعطیله،
میفته برای شنبه. خوبه؟ خب جمعه بانک تعطیله، بابات که تعطیل نیست، از بابات بگیر. پاپی اینجا نیست، شماله. تازه شنبه صبح پاپی باید پولو پاس کنه، من برم از بانک بگیرم. گوشی خانم، ردشو زدم گوشی شماله. خانم محترمه، هیچ مشکلی نیست، من خودم پیک دارم، شما آدرس بدید پیک میره شمال، پولا رو میگیرم. چطوری؟ چطوری نداره، پیک میاد خدمت شما، آدرس و یک یادداشت یعنی دست خط مینویسید و میدید به اون، اون میره شما، پولا میگیره میاد میده به ما. وای آخه اینجوری که زحمت شما میشه. خواهش میکنم خانم، چه زحمتی، این وظیفه ماست، ما تا باشه از این زحمت ها. پس من پیکو بفرستم؟ اگه زحمتی نیست داره. پیک تا یک ساعت دیگه در خدمت شماست. شب بخیر خانم محترم. شب بخیر. راستی هوشی رو که یادت میکنیم؟ هوشی رو شنبه صبح خوبه؟ شنبه؟ میخواید من زودتر آزادش کنم؟ میخیاله نیست؟ نه همون شنبه خوبه، من فردا دو سه جا کار دارم نیستم. هرچه شما امر کنید خانم محترمه، همون شنبه صبح. آره خیلی عالیه، شنبه خیر. الو الو، این زن تو نمیخواد خداحافظ یاد بگیرم؟ تو گوش من نفس عمیق نکش هوشی، چرا بخ کردی؟ همه چیز حل شد، مشکل حله، بریم بریم. اینا دارن با من مثل یه حیوان رفتار میکنن. چی داری میگی هوشی؟ خفه شو، کی بابت یه حیوان $200 پول میده؟ یعنی من $200 میارزم؟ $200 میارزم؟ چرا پشت یقه منو میفشاری؟ چرا؟ چرا از من ناراحتی؟ برو اتحادیه ی آدم فروش ها و از پدر زنت که تو رو از اون فروخته شکایت کن. عجیب جانم، هیچ معلوم از کجایی؟ همین دوره برای چه تو مگه؟ رئیس یه سده داره دنبالت میگرده. نفهمیدی چی کار داشت؟ فکر کنم یه ماموریت ویژه برات بده. خب خدایش ما که هستیم، دیدی غلام چون ما هستیم دیگه همیشه. زوکایی باورت میشه؟ میگن تا حالا 20 نفر رو کشته. ولی قربان اون که خفاش شب بود. این بدتر از اونه، برای خودش اسم مستعار WC رو انتخاب کرد. چه اسم چندشاوری قربان؟ چرا؟ خیلی ببخشید روتون گلابا، این آخر رو در دستشویی ها مینیمسه قربان. زوکایی از تو بعیده، این WC با اون WC فرق میکنه. یه لحظه اجازه بده. ببین زوکایی جان، WC مخفف دو کلمه لاتینه. بله بابا. کلمه اول و یعنی گرد. بله. And city یعنی شهر. بله. WC گرد شهر. قربان ولی جسارت هم ولف رو اشتباه نمیشی، یه او داره ولف. اون که میشه یک وولف؟ نه قربان، همون وولف میشه. یعنی تو میخوای به من انگلیش یاد بدی؟ من خودم عضو پلیس اینترپولم، میشه وولف. آخه با یه او درسته آقا جون. با من بحث نکن عزیزم، نهایتا میشه گرگ دیگه. آخه شما دوتا او مینویسی یعنی دوتا گرگ. بابا چه یه او چه صد او، ما که با اوش کاری نداریم زوکایی جون، ما با دبلیوش کار داریم. با سیش هم ولی کار داریم خدایی. دیگه کافیه. WC یعنی گرگ شب. WC گرگ شب. مفهومه؟ نه دیگه مفهوم شب، یعنی از سیتی میشه شهر، شما میگی شب، اصلا فرق داره با هم دیگه. از بس با من جهره بس میکنی منم گیری پاس کردم، همونی که تو میگی گرگ شهر. زوکایی اونجا چی کار میکنی؟ هیچی قربان، داشتم دقت میکردم دیدم حرف شما صحیحه، دوتا او درسته. ها دیدی، بی خودم با من جهر بس میکردی. حالا نظرت راجع به این گرگه چیه؟ خیالتون راحت قربان، تا وقتی من زندم هیچ گرگی تو این شهر نمیتونه زندگی کنه. آفرین، باریکلا، خوشم اومد. معلوم میشه ماموریت رو قبول کردی. بله قربان، و بهتون اطمینان میدم که نفر 21 من نیستم. خیالم جمعه، چون همه کسایی که به قتل رسیدن زن بودن. زن بودن؟ بله. ای کاش مادر زنم اینو میفهمید.
تو اون جانی رو دستگیر کن، همه دنیا میفهمه. قول میدم آقا، فقط شما کاری که میکنی به من بگو ردی چیزی سرنخی مدرکی پیدا کنه، به حال ما باید بدونیم دیگه، مهمه دیگه. زکایی جانم بابا دیگه خودمونی نشو. چشمو سرنخ که نزکایی، ولی میگن اونایی که کشته شدن همه تو اتوبان تهران کرج سوار ماشین شدن. پس احتمالا جز خطی هست دیگه. نه نه، موضوع سیاسیش نکن. سیاسی؟ نه نه ای آقا، آقا سیاسی چیه؟ منظورم اون خطه. کدوم خط؟ خط تهران کرج دیگه. ها اگه منظورت اونه آره، ولی خیلی باید مراقب باشی. چطور؟ زکایی طبق گزارش پزشک قانونی تمام قربانیان قبل از مرگ توسط اون فهمیدم قربان، فهمیدم، مواظبم. بسیار خوب، امیدوارم این ماموریت هم مثل همه ماموریتات بری و سالم برگردی. نه مطمئن باشین قربان. بوشی لواش بخور بیاد پایین. چی؟ لواشک بخور فشارت بیاد پایین. لواشک برای فشار خوبه. یه بار که بهت گفتم میل ندارم. من نمیدونم تو برای چی خودتو ناراحت میکنی، اعصابت برای چی خورده. من امروز دخل اونو میارم و تو از فردا خوش باش. تو زمانی که این پیرمرد زنده است این غم تو دل من باقی میمونه. خفه شو، باز تو حرف خودتو میزنه. این نوار لعنتی چیه گذاشتی؟ آدم یاد ترورای ناموفقش میفته. عوضش کن. این بره آبی بذارم یا اون بره آبی؟ این بره آبی یا اون بره آبی فرقی نمی کنه. فهمیدم. چی زندگی عجیب و غریبیه، واقعا به هیچ چیز نمیشه اطمینان کرد. آدم به کفشاشم شک میکنه. یه دوست داشتم به نام قلوم سیاه. خب من فکر میکردم چون قلوم سیاهه، یعنی صورتش سیاهه، بهش میگن قلوم سیاه. اما فکر کن بعد فهمیدم چون توی سازمان سیاهه و یکی از اعضای فعال سازمان سیاهه بهش میگن قلوم سیاه. باورت نمیشه، قلوم سیاه دست منو گرفت و منو به امریکن بود، همون امریکای خودم. وارد امریکا شدم، روزای اول خیلی سخت گذشت چون غریب بودم. غریبی پشت آدمو میشکنه هوشی، غریب نشی الهی. اونجا فقط قلوم سیاه رو داشتم. بعد از چند روز دست منو گرفت و منو به سازمان سیاه برد. وارد سازمان سیاه که شدم چقدر مخوف بود همه چیز. قلوم که سیاه، در سیاه، دیوار سیاه، سقفش سیاه، کفش سیاه، همه چی سیاه. حتی یه لیوان شیر برای من آوردن، شیر هم سیاه بود. روشی میدونی یعنی چی؟ بعدها رفتم پیشه رئیس کل سازمان سیاه، کلتر از همه بود، یعنی بالاتر از همه بود. هنوز خیافه اون یادم. نشستم زد رو کتف راستم، این راستم، بهم گفت شغالک تو برای ما رئیس جمهور آمریکا رو بکش، بقیهش با من. منم گفتم بابا گناه داره، خب خودتون بهش رأی دادی. گفت ببین من اگر ننمم مانع من بشه میکشمش. گفتم بابا این به رئیس جمهور گرم نمیکنه، به ننش گرم نمیکنه، پس بیاد به من رحم کنه. گفتم نمیکشم، راه نداره. گفت شات آب. گفتم چرا فوش میدی مگه؟ گفت بابا شات آب فوش نیست، یعنی خفه شو. من این خفه شو رو از اون به یادگار گرفتم و هی لا به رابطه میگم هوشی خفه شو. خیلی هم قشنگه. وقتی داشتم برمیگشتم حدود 10-15 متر باهاش فاصله داشتم که زد پشتشونا. برگشتم گفتم وات چیه؟ گفت شطور سیدی
نه سیدی. یعنی چی؟ سیدی؟ از اون سیدی ها نمیگم سیدی. سی به زبان امریکم یعنی دیدن. شطور سیدی یعنی شطور دیدی. نو سیدی یعنی ندیدی. یعنی رو هم رفته میشه شطور دیدی ندیدی. حتما انتظار داری این داستان احبقانه تو من باور کنم باره؟ میخوایی باور کن میخوایی باور نکن. راستی قربان، فکری برای این دریای خزر نکردید؟ چرا؟ نقش اونم کشیدن، به زودی خشکش میکنم و توش جنگل برج میکنم. خدا خیرتون بده که انقدر به فکر خونده دار شدن مردم میت. دستون درد نکنه. ناز سیبیلتون حضرت عجل. منم میتونم با این ماشین همراه شما تا تهرون بیام. مگه تو بلیط اتوبوس نداری؟ بله دارم. گفتم در معیت شما باشم. برو. باشه این نفر رو بیا، ولی بد عادت نشی. من غلط بکنم حضرت عجب. چشم. قربان اون 200 دلار رو چیکار کنم؟ اون 200 دلار رو بده مشق قاسم، بگو تحویل که داد رسید بگیره ها. و نامه دخترتون رو. درسته درسته. حضرت عجب، اهم فرمودید من با یک استاد زبان زبردست صحبت کردم که دو بعد از ظهرم بیاد دفتر شما و خدمت شما بشه. تضمینیه؟ بله قربان، بله تضمینیه. تضمینی گفته کمتر از یک ماه کاری میکنه که شما اینه بلبل انگلیسی صحبت کنه. پس واسه همینه که بلبل گرونتر از مرغ عشقه. نگو انگلیسی صحبت میکنه سفر. بل. بهش گفتیم و خودمون همون هفت خطای روزگاری. قربان لازم نبود ما بهش بگیم، خودش بهتر از من میدونه شما هفت خطید. چرا؟ آخه یه آپارتمان تو تهران از خود شما خریده و صابون شما به تنش مالیده شده. تفلک دارم و زشتو سرگم سفر. برو پولو بده زودتر باید راه بیفتیم، ممکنه این پسره تو تهران دست گلی به آب بده ها. قربان دامادتونو میگی؟ اون که بره بمیره. ابه بمیره پسر پلیسه رو میگم. اونو خیالتون راحت باشه، بچه ها مواظب بشن. قربان عصای اومدم پسرم. چار گوش کن عزیزم. بله. تو این 200 دلار پوله اینو میگیری؟ خب حواست جمع کن چی میگم. یه آقای از تهرون میاد اینجا 200 دلار رو ازت میگیره، وقتی بهش دادی رسید 200 دلار رو میگیری. یک نامه شرار خانوم هم باید ازش بگیری. چشم حله؟ چشم. اشتباه نکنی ها؟ نه دستت درد نکنه. اینم ویلا. عجب ویلای ساخت ور پرید عزیز. اینجا متر چند زمین ما هم نه ببخشید تو قبلا اینجا اومدی؟ نه بابا من اصلا از وجود این ویلا هم بیخبر بودم. آخه عزیز خان یه دونه دوتا ویلا نداره که، تو هر کدوم از شهرهای شمال یه ویلا داره. بس الان یکی هم داره تو شیرگاه میسازه. هوشی من اینجوری نمیتونم، معذرت میخوام، نمیتونم وارد عملیات بشم، نمیتونم، به مشکل برخورده. چرا؟ ببین من
یعنی یه تروریست حرفه‌ای برای اینکه وارد عملیات بشه حتما باید کروکی اون منطقه رو داشته باشه. من باید کروکی ویلا و محوطه اطراف اونو داشته باشم. کروکی میخواد چیکار؟ این دیوار حیاتش اونم ساختمونشه دیگه، کروکی نمیخواد. چی داری میگی؟ من مثل تو هر دنبیل عمل نمی کنم، من با محاسبه عمل میکنم. من یعنی شغال باید مطمئن بشم. چطوری؟ اون تیر چراغ برق رو میبینی؟ من از اون تیر چراغ برق میرم بالا و داخل ویلا رو مثل یک عقاب شناسایی میکنم. روز روشن میخوای از تیر چراغ برق بری بالا؟ خب همه به اون شک میکنن که. اشتباه نکن، یه نقشه خوب دارم، یه نقشه خوب که هیچ کس به من شک نمیکنه. تو ماشینت سیم داری؟ سیم؟ فکر کنم تو صندوق عقب باشه. نقشت چیه؟ خیلی ساده است. خیلی خیلی ساده است. یه سوال از تو میپرسم هوشی. ببینم باهوشی. اگه یک اتومبیل خاموش کنه و دیگه روشن نشه چه کارش میکنه؟ هولش میدن؟ نه، اگه هولش بدن ولی باز روشن نشه و خاموش بمونه چی کارش میکنم؟ خب از باتری یه ماشین دیگه سیم میکشن به باتری این ماشین، اون وقت استارت بزنی روشن میشه. ببین خودت وادارم میکنی بهت بگم خفشو. اگه ماشین دیگه این نباشه که ازش برق بگیرن چی کار میکنم؟ باتریو در میارم میبرم میذارم زیر شارژ. بابا هوشی خفه شو، خیلی خفه شو. چرا باتری رو ببرن وقتی زیر تیر چراغ برقن؟ چی کار میخوای بکنی؟ سیما رو برمیدارم، دو سرشو میزنم به فاز و نل باتری ماشین تو، دو سر سیم هم میبرم بالا، میزنم به فاز و نل تیر چراغ برق، ماشین روشن میشه. ماشین ما که خراب نیستش که. بابا چقدر تو خنگه، داریم وانمود میکنیم که ماشین خرابه، کاپوتو میزنیم بالا همه فکر میکنن ماشین خرابه. آها حالا فهمیدم، خیلی زرنگی ها بلا. خیلی خوبی، اینم سویچ بگیم. تا شغالو داری؟ شغالو داری. این آقای بالا چی کار میکنه؟ هیچی، برق ماشین قطع شده، داره میره بالای تیر برق بگیره. عجب خریه ی آدم. آقا این برق فشار قویه، با برق باتری ماشین فرق میکنه. این فشار قویه؟ تو که انگار فشار قوی تری، چرا فشار بهت اومده؟ دیوونه، بیا پایین، میام از برای میندازمت پایین، برق قطع بشه، برق خونه ما قطع بشه. فوزولو بردن جهنم، به قول ترکا گدمیش بابا، گدمیش. ما
تو یه چیزی بهش بگوی انگار دیوونه است. من گفتم گوش نمی کنه که، بعدش هم جون خودشه، به من چی؟ شما انگار هر دوتاتون دیوونه ای. بابا مرد ناحسابی، بیا پایی، بارونه رطوبت برق میگیرت تا کور شود هرم که نتواند دید. درک سیاه، بذار هر بلایی بیاد سره. اگه راست میگی الان دو سر سیمه به هم وصل کن. وصل میکنم تا چشمات دراد، هر چهار تاش. خوب شد تمام سیم کشی ماشینت با اجازت سوخ. آره با تو باشی عقلت به یه آدم احمق ندی. سیه زنگی خدافظ. آدمای فلهی دل خوششون قیافه، تو جستن و کلافه، یه عمره ول معطل، با این مخای مختل، با این که با کلاسن، سر کوچه ها پلاسن، عاشق بشن خیلی خفن، تا آخرم توی کفن، نه فکری نه سوالی، تو دنیای خیالی میدارن و خواب میبینن، سایه را آفتاب میبینن، با عینک های دودی، با موهای عمودی. آخر کلکل و کرکری، اشقلات و قلدوری، از بس خطری و خلافم، یه پخ کنی خلافم، از روزگار ملولم، تو خودشون میلولم، زندگیشون زده حاله، یا تو چاهن یا چاله. بچه مصبت انده مرام و جرعت دنبال کشت جرمن عرفه یه نه بابا نه بابا روفان من کاراشون مرموز و سسوده تیریفشون سکوته فه بگی میرن جوادیه اینا سوتی های عادیه. آره زندگیه گله ای آدم های فله ای یه عمره بل معتل با این مخای مختل زندگی گله ای آدم های فله ای یه عمره بل معتل با این مخای مختل آخر کلکل و کرکری اشقلات و قلدوری از بس خطری و خلافم یه پخ کنی خلافم از روزگار ملولم تو خودشون میلولم زندگیشون زده حاله یا تو چاهن یا چاله.